سلام وقت بخیر، خدا کنه جور و سلامت باشین. شروع میکنیم جلسه بعدی خدا که باقی چند تا نرم افزار باقی مونده رو برای شما معرفی میکنم. تا پینکل استودیو براتون معرفی کرده بودیم، میایم در بخش نرم افزار اوید میدیا کمپوزر. امکان وارد کردن انواع فایل ها از دوربین های شرکت های مختلف همچون رد، ماجیک، بلک ماجیک، کانون، سونی را به صورت آنی و بدون کدام مشکل برخوردار است. خب اوید میدیا کمپوزر که است یک واقعا نرم افزار بسیار قوی و حرفه‌ای است که بیشتر در کمپانی های فیلم سازی از استفاده میشه، که خب بخش مهمترش این است که هزاران پلاگین تخصصی و غیر تخصصی برای این مجموعه وجود دارد. بینش اگر شما یک کاربر حرفه‌ای هستید و فیلم های سینمایی میسازید، به هیچ وجه اوید میدیا کمپوزر را فراموش نکنید، چرا که این نرم افزار از جمله پرقدرتمندترین نرم افزارهای تدوین فیلم به شما میاد. همونطور که گفتم واقعا بسیار حرفه‌ای است، یعنی از ساده ترین کارها تا حرفه‌ای ترین کارها را شما میتونید چیکار کنید، در اینجا تدوین گرفتن از فیلم مستند هر کاری که شما علاقه مندش هستید. و یا صفحه کاریش است که بخش‌های مختلف داره، مخصوصا برای کلرینگ واقعا عالی است. نرم افزار بعدی ما سونی ویگاس پرو است. شرکت سونی در عرصه‌های مختلف تکنولوژی از ساخت تلفن‌های همراه تا دوربین‌های فوق حرفه‌ای برای ساخت فیلم یا مستند استفاده‌های شخصی و حتی دوربین‌های عکاسی فعالیت دارد. اما این شرکت نرم افزار تدوین مخصوص به خود را نیز دارا می باشد که نرم افزار نسبتاً حرفه‌ای به شمار می رود. خب همونطوری گفت که در بخش های مختلف تکنولوژی تلفن، کامره تولیدات بسیار خوبی داره، نرم افزار تدوین داره اما زیاد حرفه‌ای نیست، مثل اوید کمپوزر و مثلا پریمیر و اینا. یعنی میتونی کارهای ساده و تا نیمه حرفه‌ای رو داری چیکار کنی انجام بدی. بیشتر شبیه به نسخه های قدیمی ادوبی پریمیر است. ورژن‌های پایین‌ترش که کارهای امکانات کمتر داشت تقریبا شبیه از او است. با این وجود قیمت نسبتا بالای آن که در حدود 600 دلار قیمت داره کمی مایوس کننده است، با وجودی که زیاد حرفه‌ای نیست اما قیمت از این سافتویر واقعا خیلی بالاست که 600 دلار فکر نکنم هر کس بتونه این سافتویر را بخره. از نظر قدرت میتوان سونی ویگاس را با پیناکل استودیو شرکت اوید مقایسه کرد. میتونیم با پیناکل مقایسهش کنند. در نسخه ویگاس پرو قابلیت تحت عنوان سرعت بخشی به کارت گرافیک جی پی یو اکسلریشن وجود دارد. یک خوبی که داره در وقت مخصوصا در وقت رندرینگ کارش بسیار راحت تر است و امی خوبی یا این قابلیتش واقعا بسیار خوب است، چون وقتی یک فیلم تدوین میکنی و افکت های زیادی برای او اعمال میکنی، این باعث میشه که ویدیوهای ما یا ویدیوی کسی که تدوین میکنه نیاز به رندر پیدا کنه و این خوبیش این است که سرعت رندر را چیکار میکنه بالا میبره. بهترین ویژگی این مجموعه پشتیبانی از پسوندها و فرمتهای شرکت سونی است که در نرم افزارهای دیگر با کندی روبرو هستند. خب یک خوبی دیگه است چون از خود کمپانی است، خود کمپانی هم به طور مثال هم کمریش ساخته هم سافت‌ویرش ساخته و ای از این فرمتهای کمری خودش پشتیبانی میکنه که نیاز برنده رو نداره و کار تدوینگر صورتش بیشتر است. همچنین پشتیبانی از رزولوشن 4K و پشتیبانی فایل های این سری نیز اضافه شد. خب در این ورژن جدیدش رزولوشن جدید 4K را هم چیکار میکنه؟ سپورت میکنه یا پشتیبانی میکنه. نرم افزار خواه ای هم فضای کاری یا ساحه کاریش است که با این ساحه پریویوش است و یا هم تایملاینش یا هم پروگرام مانیتورش است، سورس مانیتورش است، یا هم بخشی که فایل ها را با شما ایمپورت میکنیم. خب میایم تا نرم افزار دیگه که به نام فاینل کات است. فاینل کات نرم افزار با توانایی های بسیار بالا و البته تنها برای کاربران سیستم عامل مکینتاش است.
خب فاینل کات پرو هم که است یا خود فاینل کات که است نرم افزار تدوین است و یکانه مشکلی است که تنها روی سیستم های مک یا اپل و لپتاپ و یا کمپیوتر هایی که اپل می سازه تنها روی او سیستم عامل نصب می شود. مثلا در روی ویندوز شما نمی توانید نصب کنیم. یک نرم افزار بسیار حرفه ای است. شما اگر میگه کاربر حرفه ای هستین یا مبتدی یا تازه شروع کردین استودیوی فیلمسازی داشته باشین یا استودیوی خانگی داشته باشین همه می توانند چیکار بکنن؟ براحتی در این سافتویر تصاویر خود را ادیت کنن یا تدوین کنن. از کار کردن با فایل های را تا رزولوشن های بالا همچون اولترا ایج دی سپورت میکنن. یعنی شما هر نوع فرمتی را میتونید در این سافتویر وارد بکنین و ویدیو خود را ادیت بکنین. انواع پلاگین ها و سیستم رنگ آمیزی و تصحیح رنگ پلاگین های بسیار زیادی داره. سیستم رنگ بخشی که برای کلرینگ یا رنگ آمیزی است و اصلاح رنگ ها واقعا عالی کار میکنن. به خاطر دجام یک سافتویر واقعا حرفه‌ای میایه یا فضای کاریش است که صاحب مانیتور پروگرامش است یا بخش تایملانش است. مخصوصا در ورژن های جدید یک خوبی که اضافه کرده فضای کاری بسیار راحت است. یعنی میتونی هر نوع کار شما چیکار بکنین انجام بدین. خب میایم در بخش یا نرم افزار اصلی که ما شما قرار است تا همیر آموزش ببینیم. نرم افزار ادوبی پریمیر است. شرکت ادوبی را میتوان یکی از پیشتاز ترین شرکت ها در عرصه نرم افزارهای گرافیکی و چند رسانه دنیا به حساب آورد. شرکت ادوبی که از تنها یک سافتویر برای تدوین یا برای ادیت ندارد. اگر حساب کنیم تقریبا بیشتر از 15 سافتویر داره که کلش از شرکت ادوبی است. بیشتر از 5-6 سافتویر دیگهش با پریمیر در ارتباط است که میتونیم مثلا همزمان که پروژه در پریمیر باز است اما پروژه را با یک سافتویر دیگهش باز کنی تغییرات بیاری که مستقیم وقتی او تغییرات آوردی مستقیم در چی میشه؟ در پروژه شما در پریمیر اضافه میشه. خوبی های زی است. در بسته ادوبی سود شما هیچ چیزی کم نخواهید داشت. گفتیم پکیج بسیار کامل است. یعنی در هر بخش دیزاین و تدوین و خلاصه گرافیک شما هر سافتویر نیاز داشته باشین این پکیج داره. هنوز بعد از سالها فتوشاپ یک تازه به هم تو در زمینه فعالیت خود است. خب فتوشاپ که برای تدوین عکس است واقعا سافتویر است که تا بالا هیچ شرکت دیگه ای اوتور نساخته. خب گفته که چرا این نرم افزار عالی است. خب یه خوبیش که یک ویژگی که داره چون بر روی هر دو سیستم عامل ویندوز و مک قابل نصب است. شما میفهمین که اپراتینگ سیستم یا ویندوز مک فرق میکنه. حتی سیستم انسالشنشان و سافتویری که ساخته میشه فرق میکنه. سافتویری که در مک قابل نصب است برای ویندوز نیست. اگر از ویندوز قابل از سافتویر ویندوز برای مک انسال نمیشه. هر کدومش اکستنشن خاص خود داره و خوبی از این سیستم ادوبی است که برای هر دو کمپانی یا برای هر دو اپراتینگ سیستم چی میکنه؟ سافتویر میسازه. شما میتونید مثلا امو ورژن پریمیری که در ویندوز انستال کردین امو ورژنش برای مک هم هست که اکستنشن یا امو فرمت انستالشنش فرق میکنه که دی ام جی است. میتونین راحت دوام انستال بکنین. خب تقریبا اکثر پلاگین های مطرح برای این نرم افزار وجود دارد قابلیت انتقال یا قابلیت سپورت بسیار پلاگین ها را داره. پشتیبانی از رزولوشن 4K و فشرده سازهای تصویری جدیدن نیز در این بسته گنجانیده شده. خب روز به روز چون اپدیت میشه ورژن های مختلف میه. وقتی یک کمره کیفیت فیلم برداریش بالا رفت اینا مجبور هستن یا به خاطر که او ویدیو یا او فرمت رزولوشن بالا را سپورت کنه اینا امکاناتش بیشتر میکنن. در یک ورژن جدید که آمد او را چیکار میکنن؟ در او اضافه میکنن که راحت تدوینگر همراه از او کار خود را پیش ببره. امکان منتقل کردن بخشی از تایملاین یا نوار زمان با نرم افزارهایی چون ادوب افتر افکت یا ادوب ادیشن است یا هم فتوشاپ. همونطور که پیشتر گفتم خوبی از این سافتویر است که شما در پریمیر کار میکنین امکان داره یک عکس نیاز داشته باشین یا یک موشن نیاز داشته باشین یا مثلا
اصلاح صدا داشته باشین، نیاز به اصلاح صدا داشته باشین، شما ضرور نیست پریمیر تان بسته کنین، برید روی سافتر بعدی کار کنین. همو تایمران تان میتونین راحت در افتر افکت داده بودیشن که برای اصلاح صدا است، افتر افکت هم برای جلوه های ویژه است، شما میتونین راحت همو تایمران تان روان کنین در افتر افکت. افتر افکت باز میشه، شما تغییراتی را که میخواین یا جلوه های ویژه را که میتونین هدفتان است در او تغییرات میارین، فقط کافی سیو بگوین. وقتی سیو گفتین اوتومات امو تغییرات داده شده چیکار میکنه؟ در بخش پریمیر می، یا مثلا صدا در تایمیر انتان صدا مشکل داره، خود پریمیر ساوند افکت ها داره برای نویز ریموور بسیار افکت ها داره، اما به اندازه قدرتمند نیست که آدوبیدشن مخصوص ادیت صداست یا تدوین صداست. بعضی وقتا مجبور میشین که صدا را بهتر اصلاح کنین، به او خاطر مستقیم صدا را از روی پریمیر روان میکنین به آدوبیدشن و دوج صدا را نایزش یا هر مشکلی که داره برطرف میکنین، فقط کافی سیو بگوین. اما تغییرات چی میکنه؟ در پریمیر برای شما میه. خب پشتیبانی از فرمت های PSD یا مو فرمت نیمه کاره یا پروژه فوتوشاپ است که میتونید به صورت آنی فایل های عکس و یا PSD را نیز فوتوشاپ در فوتوشاپ تغییر داده و تغییرات آن را به صورت آنی در پریمیر ببینید. همونطوری گفتم شما به یک عکس نیاز دارین یا عکس استفاده کردین در پریمیر، اون نیاز به امکان داره یک جایش مشکل داشته باشه، یک نوشته داشته باشه، بخواین حذفش بکنین یا میخواین در عکس تغییرات بدین، ضرورت به این ندارین که شما چیکار کنین، پریمیر را بسته کنین و عکس در فوتوشاپ باز کنین. اما تو مستقیم در پریمیر که در روی تایملاین تان آوردین راست کلیک کنین، مستقیم به خود فوتوشاپ روان میشه، فوتوشاپ تغییرات خودم میارین سیو میکنین، پس در تغییرات مستقیم در پریمیر چی میشه؟ انجام میشه. خب بخش دیگه گفته شما میتونید سکونس های خود را در این نرم افزار با نرم افزار جدید شرکت ادوبی با نام ادوبی اسپید گرید کی و این نرم افزارش جدید است، دنیا آخر آمده که برای کلر کرکشن است، واقعا رنگ خوب میکنه و اگرچه خدا شما خودتان میتونید در پریمیر بسیار رنگ های مختلف و رنگ های بدلتان انجام بتین. اسپریت گرید یک سافتویر جدایی ساخته که میتونین سکانس روان کنین و تو لایر بای لایر چیکار میکنه باز میکنه، مثل که مو تایملاین تان در تایملاین خود پریمیر در اسپریت گرید باز میشه، هر تصویر کت شده را شما میتونین جداگانه رنگ‌آمیزی کنین. خب به تعداد زیاد جلوهای آماده صدا و تصویر ترانزیشن های مختلف، خب افکت های صوتی داره، ترانزیشن های مختلف داره که شما هیچ نیاز ندارین که به خاطر تدوین فیلم یا مستند یا هر ویدیوی دیگه تان شما به یک نرم افزار دیگه برید. خب همچنین قابلیت اضافه کردن پلاگین نیز وجود دارد، بسیار پرست های اضافی است که شما میتونید راحت دانلود کنین و پریمیر اضافهش بکنین. سیستم خروجی یا اکسپورت این نرم افزار تقریبا یکی از بهترین هاست که فشارده ساز H264 که هم سبک است، با حجم کم کیفیت بسیار بالا را چی میکنه؟ برای شما خروجی میته یا اکسپورت میکنه، یعنی فاینل ما با حجم کم کیفیت بسیار بالا میتونیم ببینیم. یا صفحه کاری خود پریمیر است که بخش پروگرام مانیتور است، یا بخشی که پنل رنگ است که اگر شما رنگ کردین، این بخش ویدیوها اضافه شده و اینجا هم تایملاین یا صفحه کاری ما شماست، این بخش هم بخش رنگ و چیزا است. خب از معرفی نرم افزارها خلاص شدیم. یعنی خلاصه کلام، پیشرفت سینما و تلویزیون سبب شده است تا هنر تدوین فیلم نیز در کنار آن ارزندام نماید. امروزه تدوین فیلم در عرصه سینما و تلویزیون یک ضرورت انکارناپذیر است. همونطور که پیشتر گفتیم هر قدر تکنولوژی پیشرفت کنه ما شما مجبور هستیم، یا کمپانیایی که نرم افزار تدوین میسازن یا حتی یک تدوینگر مجبور است خودش بروز بسازه، خاطر که اگر ما شما امکانات جدید یاد نگیریم نمیتونیم یک فیلم را تدوین کنیم. به طور کلی 7 نرم افزار ادیت، میکس، مونتاژ و تدوین فیلم را برای شما معرفی کردیم که تقریبا مطرح ترین ها در این زمینه همین 7 تا هستند که واقعا حرفه‌ای هستند، میتونید نظر به راحت بودن هر کدامش شما میتونید انتخاب بکنید. نکته که بسیار رایج احمد است طریق کار کردن شماست. تمام، تشکر. بخش معرفی نرم افزارها تمام شد، شما را به خداوند می‌سپاریم تا برنامه بعدی.